به شما خوشقلبا نازنینان که در این لایو با من سعیم هستید، فرصت مناسب دست داد تا ما امروز به لطف خدا یه تجربه جدید داشته باشیم، با قایق بریم به جزایر اطراف کیش رو بچرخیم، منتها هزینه هاش رو کسی دیگه حساب کرد چون خیلی گرون از کار درمی و ما پولش رو نداشتیم. چقدر زیبا خورشید داره غروب میکنه و چیزی ازش نمونده، فقط مقداری نور کمی که پشت در واقع اون که ما هم تو آسمونه. ببینید ما یه شعر در مورد ما براتون بخونم، این دریا رو داشته باشید اما بریم برای ما اگه پیدا شدم تو آسمون. ما هم در آسمونه، همه زیبایی ها اینجا دست به دست هم دادن، برای دلخوشی هم استخاره میگیرم، اگر که خوب نیامد دوباره میگیرم. شبی که ماه نباشد، مکس کردم چون شعر یادم رفته بود، برای دلخوشی هم استخاره میگیرم، اگر که خوب نیامد دوباره میگیرم. شبی که ماه نباشد، سراغ چشم تو را از آشنای قدیمیش ستاره میگیرم، برای این که مبادا خطا کند چشمم، از آب و آینه نیز کناره میگیرم. اگر شرط دلت را به من زدی اما برای دلخوشیم استخاره میگیرم. ماه عزیز، بریم به دریا غروبمون بپردازیم و کپتنی که مایل نیست هست لایو ما باشه. عجیبه این تنها انسان یکی دوست نداره توی لایو ما حسن ریوندی باشه، حالت دلال خاص خودشو داره، شما میتونید حدس بزنید که چجوری هست. در دوردست ها نورهایی میبینید که در واقع مال کشتی های دیگه است و ما داریم به سمت جزیره کیش از اون جزیره متروکه برمیگردیم. در قایق که من هستم اکنون دوستان دیگه هم هستم، ببخشید که من جواب کامنتاتون رو نمیدم. این آقای بله مشکل دار اینجا هست که مشکل روحی روانی عصبی داره، توی شرجی موهاش خراب شده. در کنار ایشون دوست دیگه داریم که جای برادر بزرگتر ماست، اسفامل دور یادم رفت، ناصر مسافر. ببینید اصلا همیشه اسفامیلا سرام به روی ماهتون، اسفامیلا جور در میاد، ناصر مسافر الان هم که مسافره داره میره، همه ما مسافریم. اون هم یه کشتی در دور دستانش روتون بدم ببینید، بره کشتی دریا و نفتای ما رو دارن میبرن. نفتکش میان ایران و فکر میکنن ما چیزی مثلا من نمیدونم. این آدم خیلی قفلی زد، این یه چیزی خورده، این داره از قطرات آب فقط قفلی داره، مثل قفل خر فقط روی موجا فیلم میگیره. یه چیزی گفتم این مشکل روحی روانی داره ناصر مسافر. ناصر یعنی یاری رساننده، مسافرم که مسافر. باز تصریف دلانگیز بنان را می برد، جاده بیان که بداند چمدان را می برد، بادبانهای برافراشته گیسویش آب چشمان قشنگ ملوان را می برد. دستم گرفتم اینجا که ملوان دیده نشه، البته ایشون کپتانه. بادبانهای برافراشته گیسویش آب چشمان قشنگ ملوان را می برد، دورتر پنجره رو به نبودن وا شد، گردش عقربه با زور زمان را می برد. و این آقا همچنان از قطرات آب بیر می گیرد. بله ناصر مسافر
تو حال خودش گهگاهی به ما نگاه میکنه میخنده، چهره جذابی داره، کم کم داره ازت خوشم میاد. خب حالا هم بدم باقی فیلم و معلقه رو گیره، یه چیزی نشونتون بدم از دور چراغای کیش ها. حالا این منم و این شما، بذار کلام هم بردارم به احترام و کلام هم برمیدارم به احترام شما بینندگان این لایف. نمیدونید که چقدر لذت بخشه، نمیخوام که خدا نکرده دلتون بسوزه یا احساس کنید که ای کاش ما اونجا بودیم. خدا میدونه برای خود منم خیلی اتفاقی بود. یه بزرگوار دیشب ما دعوت بودیم منزلش تو کیش، من از گرفتاریام و بدبختیام براش گفتم و ایشون در واقع گفت که قصه نخور، من فردا برات یه برنامه هپی و شادی دارم. یه لحظه ببینید، من اجازه دارم اسم فامیلش رو بگم. آقا اجازه دارم اسم فامیل صاحب قایق رو بگم که به ما حال داده. بیام بگید بیکامال آقای نادر در بیکامال. اسم فامیل بگم نگم، چون این لایو چندین میلیون نفر میبینن، براش دردسر نشه فردا بگن که ها بگم فردا نگن این همه پول از کجا آوردین قایق خریده. البته اونم از کسی گرفته، من میدونم هیچی گردن نمیگیره این قایق، 4 میلیارد قیمتش، شوخی نیست. من اسم کوچیکشو میارم. من آقا نادر خیلی مشتی هستی، خیلی باحال هستی، دیشب تو خونت از ما پذیرایی کردی، با من درد دل کردی، حرفای منو شنیدی و از من پرسیدی چرا تا الان ازدواج نکردی، چرا هیچی از خودت نداری و عشق منو در آوردی وقتی که عشقای منو دیدی، دلت برای من سوخ. آقا نادر گفتی قصه نخور، فردا میفرستمت بری یه جای حال کنی و منو با یه آدم گولاخی همراهی کرد. بیا گولاخ بیا تو فیلم با این گولاخ، این گولاخ لش با این گولاخ منو آورد توی این برنامه تفریح توی جزیره در اطراف کیش. اونجا جاتون خالی، ایشون ماهی درست کرد، بسیار خوشمزه بود. من ماهی رو با تیغ بلعیدم و نمیدونم که الان داره کجاها رو خراش میده و کم کم به جای اصلی میرسه که اونجا رو خراش بده. اما در هر صورت دوستان گلم، همونطور که خدمتتون عرض میکردم، من یه فیلم هم گرفتم که بعدا توی اینستاگرام هم میذارم. خیلی دوست دارم منم یه دونه از این قایقای گرون قیمت داشته باشم. اینو بهتون بگم، این گرونترین قایق کیش نیست، قایقهای بسیار گرانتری هست در دنیا، قایقهایی که اصلا حتی به ایران راه پیدا نمی کنن، قیمتاشون تا 100 میلیارد تا 200 میلیارد قایقهای مجهزی هستن. به اونها هم شما میرسید، شما سزاوارشین، شما حق دارین برسید. دنیا تمام قامت دست به سینه، این قول چراغ جادویی که در کودکی خواندیم منتظر فرمان شماست و میگه گوش به فرمانم ارباب. شما ارباب جهانید، ارباب کل کائنات هستید، گوش کائنات، گوش جهان به دهان شماست، به فکر شماست، به اندیشه شماست که شما چی میخواین واقعا از این دنیا تا دو دستی و با احترام به شما تقدیم کنه و شما لذت ببرید. خیلی وقتا وقتی به یه موضوع فکر میکنی که میگه من این چیزو میخوام و باز نمیرسی، روز این چشمتو باز میکنی میبینی که مدت هاست که اون مطلوب و اون آرزو رو داری توش زندگی میکنی. همینطور که الان آقا نادر آرزوی منو داره زندگی میکنه و تو آرزوی من داره زندگی میکنه، شما یه روز تو آرزوهای خودتون انشالله زندگی خواهید کرد. من عذرخواهی میکنم که کامنتاتون رو نمیتونم بخونم چون دوستم داره کامنت ها رو میگیره. بلند شیم غروب آفتاب دیده بشه، به نظرت بهتر نیست؟ آره پشت سر من غروب آفتابه، کاپیتان نگیر. آره این غروب آفتاب بسیار زیباست، با اینکه غم انگیز به نظر میرسه اما زیباییش اینقدر زیاده که همون اندازه میتونه غم های شما رو از دلتون بیرون کنه. ما چون وقت زیادی نداریم و کم کم داریم به اسکله نزدیک میشیم، فقط اینو میخوام بهتون بگم که از طرف خودم و دوستانم که در این قایق حضور دارن بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، آرزوهای بزرگ به وسعت بیکران همین خلیج همیشگی فارس و
به وسعت بیکران اقیانوس ها، به وسعت بیکران آسمان، آسمان رو نشون بده، آسمانی که انتها نداره. جالبه که انیشتین میگه آسمان و کیهان انتهایی نداره. و من یاد جمله از بزرگی افتادم که منسوب کردن به شریعتی، میگه من در حیرتم که در این دنیا دو چیز مرا به شگفتی واداشته است، آبی دریا و آبی آسمانی که میبینم اما وجود ندارد. وقتی میای توی دریا میبینی که اصلا آب آبی نیست، مثل رنگ آبه، رنگ بی رنگیه. و وقتی هم که میری تو آسمون میبینی اصلا آسمون آبی نیست، رنگ هواست، رنگ بی رنگیه. و برای همین این اندیشمند میگه که دو چیز مرا به شگفتی وامی‌دارد، یکی این رنگ آبی دریاها و اقیانوس‌ها و رنگ آبی آسمان که نیست اما من میبینم، و از اون مهمتر خداوند بزرگی که اراده زمین و زمان به دست اوست و او هست و من او را نمیبینم. اگرچه خدا را نمیبینیم، خدا را احساس میکنیم. هر کدوم از شما به نوعی خدا را در قلبتون، در وجودتون احساس میکنید. از خدای مهربان در این لحظات قشنگ بخواین که خیر، هر اون چی که خیره، هر اون چی که عاقبتش ختم به خیر میشه، برای شما رقم بخوره. من آرزوی سلامتی برای شما، برای خانواده‌های محترمتون میکنم. خیلی خیلی ممنونتم، ممنونتونم و سپاسگزارتونم. لطف کردید، منت سر بنده گذاشتید که بعد از مدت‌ها لایو گذاشتم اومدید تو لایو من، لایو منو نگاه کردید، حرفای منو گوش کردید. الان رو فاز جوک گفتن و شوخی کردن نیستم، والله براتون جوک هم میگفتم و لذتم میبردید. چند تا جوک تو ذهنم الان اومده، انقدر قاطی شده نمیدونم کدومش باید بگم. نمیدونم آخر یه روز یه بنده خدایی توی دریا داشت غرق میشد، یعنی قایقش غرق شد، مثل همین قایقی ما داریم میریم، اون تا اون قایق غرق شد و شروع کرد به داد و بیداد کردن که من دارم غرق میشم. نزدیک ساحلم بود، یک نفر از کنار ساحل رد شد، دید یه نفر توی آب داره دست و پا میزنه، میگفت کمک کمک، تو رو خدا کمک، اگه وجدان داری دارم غرق میشم کمک. بعد دید کمک نمیکنه کسی، چون همه ترسیده بودن، دریا موج طوفانی بود، همه ترس به خودشون ترسیده بود، کسی جرئت نمیکرد. بعد شروع کرد به فحش دادن، گفت بی وجدان من کسافت های بیشور اونجا وان هستید، نگاه کنید دارم غرق میشم، کمک کمک کمک، بیان کمک کمک کنید. یکی از هزار که توی جمع وایساده و این صحنه رو نگاه میکرد، میگفت که چرا این اینجوری میکنه. گفتن این بنده خدا داره، یکی از هزار گفت این بنده خدا داره غرق میشه، چرا داره داد و بیداد میکنه. گفتن این بنده خدا شنا بلدی، داره غرق میشه و ما نمیتونیم کمکش کنیم، داره ما رو حتی فوش میده. گفت خب بی خود میکنه فوش میده، منم بلد نیستم انگلیسی صحبت کنم، بعد فوش بدم. خیلی جوک بیمزه بود، میدونم وقت دونم گرفتم، اما خب دیگه. و تشکر میکنم از عزیزانی که وقتی من لایو میگیرم مرتب زنگ میزنن و وسعت بیکران شعور خودشون رو در اندازه خلیج فارس به نمایش میذارم برای شما که یه لایف بخواهم با شما بذاریم، نمیذارم با شما لحظات خوش باشیم. دوستتون دارم، همیشه برقرار باشید، در پناه پروردگار باشید، سلامت و تندرست باشید، خوشبخت به معنای واقعی کلمه باشید، کوشا و پویا باشید و ثروتمند و بی‌نیاز از مال دنیا. دنیا به کامتون باشه، ایام به کام، شب بخیر. با همین ماه و ستارگانی که کم